خواهران و برادران گرامی، دوستان عزیز، به یکایک که شما درود می‌فرستم. ابتدا سال روز میلاد دومین پیشوای شیعیان امام حسن مجتبی علیه السلام رو به همه تهنیت میگم. من می‌خوام امروز در این کنفرانس که به مناسبت ماه رمضان برگزار شده درباره آزادی صحبت کنم. آزادی فروغ خدایی که پیام اسلام محمدی است. اما امروز تلیعه هر سخنی درباره آزادی گرمترین سلام ها به رزماوران پر افتخاری است که اکنون یک نبرد ستایش‌انگیز رو در سوریه پیش میبرند. در 17 ماه گذشته 20 هزار نفر از خواهران و برادران سوریه ما به شهادت رسیدند. دامنه جنایت مدتی است به خواهران و برادران فلسطینی ما نیز در سوریه گسترش پیدا کرده و شمار زیادی از اونها به شهادت رسیدند. این رودخون پیام خروشانی از سوی خلقهای خاورمیانه است که زمان دیکتاتورها به سر آمده است. امروز از یک طرف فاشیزم مذهبی حاکم بر ایران با انواع کمک‌های تسلیحاتی، اطلاعاتی، مالی و لوجستیکی برای حفظ حکومت اسد تلاش می‌کند، از طرف دیگر بسیاری از صاحبان قدرت از شرق تا غرب عالم یا به خیانت و جفاکاری با مردم سوریه مشغولند یا جانب سکوت و بیعملی در پیش گرفتند. با این همه این ملت سوریه و ارتش آزاد قهرمان سوریه است که نبرد را به سوی آزادی پیش می‌برند. و آنها هستند و آنها هستند که سرنوشت پیروزی را می سازند. از جانب مردم و مقاومت ایران به همه آنها و به شهیدان سرفرازشان درود می فرستیم. درود، درود، درود. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. رمضان ماه تقوا و آزادی است. ماه عبادتی است که مقصد شورانگیز آن کرامت بنی نوع انسان است. پیامبر ما محمد صلی الله علیه و آله هنگامی که برانگیخته شد پیامش ساده و کوتاه بود: قولوا لا اله الا الله تفلحوا. بگو نیست خدایی جز او تا رستگار و آزاد شوید. این پیامی است که امروز نیز همه را فرا می‌خواند. بگو دیکتاتورها سرنگون می‌شوند. بگو فاشیسم ولایت فقیه شکست می‌خورد و بگو مظاهر ستم و بندگی فرو می‌ریزند تا رستگار شوید. چنین است که ما در صلای اذان، در هر سحر و افطار رمضان و در کلمات لا اله الا الله و الله اکبر بشارت آزادی را می شنویم. بشارت نفی همه بت‌ها و مظاهر اسارت و بندگی و بشارت واژگونی حکومت ولایت فقیه و بشارت یک جامعه آزاد و به سامان و عادلانه. حضار محترم، دوستان عزیز، 33 سال پیش مردم ایران برای آزادی قیام کردند، ولی با استبداد زیر پرده دین روبرو شدند. در آن سالها خیلی از برادران و خواهران عرب ما، مخصوصا
مخصوصا در فلسطین عزیز چشم به انقلاب ایران دوخته بودند، ولی همه با خیانت آخوندها روبرو شدند. خمینی شروع به سرکوب آزادی ها کرد، بهار آزادی ایران را به خون کشید و هر اقدام سرکوبگرانه را به اسم اسلام انجام می داد. سوء استفاده از اسلام برای سرکوب و دیکتاتوری بدترین خیانت خمینی بود. مردم ایران هزار هزار در زندانها و میدانهای جنگ قربانی جنایات رژیم شدند، ولی جنایت و خیانت بزرگتر خمینی و آخوندها این بود که تمامی این جنایات را به اسم اسلام انجام داد و انجام دادند.